بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين بالقاسم القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بأرز أدب وسلام خدمة يكو يك, يك عزيزوني وشنونده، همان گونه که استحضار دارید در بحث مرحله چهارم در بحث مواد قضایا فصل اول مطالبی بیان شد در مورد اینکه مواد قضایا عبارت از امکان وجوب و امتناع و در این فصل هم گفته شد چرا ما سه تا ماده قضیه داریم و تعریف هایی که برای آنها بیان شد و اشکالی و پاسخی در فصل بیان شد فروعاتی به عنوان برخی از اوامر تکمیلی مطرح هست که انشاءالله در این جلسه دو تا از این اوامر رو خدمت شما تقدیم میکنم در امر اول بحث میشود که موضوع امکان که یکی از مواد قضایی هست ماهیت هست یعنی امکان دقیقا میره به سراغ ماهیت و در جای امکان معنا دارد که در اونجا ما ماهیت رو در نظر بگیریم به خاطر اینکه که ماهیت وجودش به گونه هست که وجودش به اصطلاح نه ضروری هست نه عدمش ضروری هست میتواند موجود بشود میتواند موجود نشود بستگی به علتش داره علتش بود موجود می شود نبود موجود نمی شود وقتی خود ماهیت یک چنین ویژگی را دارد از این ویژگی ما می توانیم اون وصف امکان را هم به دست بیاوریم که وجود ممکن دقیقا یک همچنین وجودی هست که نه وجود برای آن ضروری است نه عدم برای آن ضروری هست پس می توانیم بگوییم که هر کجا ماهیت باشد در هر کجا که یک امری داشته باشیم که وجود و عدم در آن مطرح نباشد خب می توانیم اونجا وصف امکانی رو هم محقق بدانیم و اون چیزی که در آن وجود و عدم راه نداره یعنی جز ازادشون نیست خب اون وصف امکانی هست که البته اینجا هرچند فقط به صورت ماهیت رو فقط لازمه امکان یا موضوع امکان میداند اما با دقت می توان گفت که این گونه نیست که فقط ماهیت این چنین باشد بلکه هر امر دیگری که ذاتش وجود و عدم جزء ذاتش نباشد می تواند وصف امکانی را داشته باشد خب این نکته اول هست و به همین جهت هم ما میتوانیم از طرف دیگر هر موجود ممکن را هم دارای ماهیت بدانیم و به همین اساس هست که بزرگان وقتی بیان می کند که هر ممکن زوج ترکیبی است که دارای ماهیت و وجود هست به همین مطلب اشاره دارد که در واقع وقتی ما نهایت دقت را به کار می گیریم می بینیم هر ممکنی بالاخره از ماهیت و وجود ترکیب شده است هم ماهیت داره هم دوباره به اعتباری وجود پیدا می کند این یک اصطلاح است که برای امکان وجود داره که موضوع امکانی که در این مطلب یا مرحله موردی بحث قرار می گیرد همان ماهیت هست اما امکان یک اصطلاح دیگری را هم دارد که وقتی ما امکان را در مقابل واجب به کار می گیریم مثلا می گوییم که این وجود وجود امکانی دارد برخی ها میگیم نه این وجود وجودش وجوبی هست اونجا وجود امکانی صلاح دیگر هست که ربط به این سلب ضرورت وجود عدم پیدا نمی کند بلکه وجود امکانی در مقابل وجود خداوند متعال مطرح می شود که وقتی وجود خداوند وجود مستقل و کاملا متکی به خودش هست وجود امکانی در مقابل آن میآید آید وجودی وابسته و وجود محتاج و وجود فقیر به غیر و نیازمند به دیگری را مطرح می کند که اون هم یک اصطلاح دیگر هست و اون بحثش جدا هست پس وصف امکان رو به درستی باید توجه داشته باشیم که همون سلب ضرورت وجود و عدم مطرح هست که اگر امکانی به اون معنا در نظر بگیریم خب کاملا می توانیم موضوعش را ماهیت در نظر بگیریم اما در یه جاهای دیگر هم اگر موضوع امکان وجود قرار میگیرد ما وجود را متصف به قید امکان می کنیم می گیم وجود امکانی اون یه اصطلاح دیگر است دیگه اون سلب ضرورت وجود عدم در اون مطرح نیست بلکه او به معنای همون وجود محتاج و وجود نیازمند به علت و به خدای متعال هست تا اینجا این بحث امر اول به اتمام می رسد و در امر دوم باید چند نکته دیگر رو یادآوری بکنیم نکته اول درباره این هست که امکان همان گونه که گفتیم موضوعش ماهیت هست ویژگی دیگر امکان هم این است که باید بدانیم امکان لازمه ماهیت هست خب در امر اول گفتیم ماهیت موضوع امکان هست در اینجا میگوییم که ماهیت لازم امکان هست خب وقتی میگوییم که لازم امکان هست به این معنا که امکان از ماهیت قابل انفکاک نیست یعنی هر کجا ماهیت باشد خب این امکان هم همراه اون هست و خاطر این که اگر این گونه نباشد در جای به اصطلاح امکان باشد ولی این ماهیت وجود نداشته باشد خب در اون صورت حتما باید یا واجب باشد یا ممتنع باشد و ذاتا در واقع برمیگردد به این که دیگر از این حالت امکانی خارج بشود و به یک از اون دو تا حالت دیگر به وجود و ممتنع منتهی بشود و همین جد معنای جز همین نمیتوان برای امکان بیان داشت که هر کجا امکان باشد حتما ماهیت بالاخره باید همراه او باشد تا بتوانیم این تصاویر نسبت رو حفظ بکنیم اما وقتی ما میگوییم که امکان لازمه ماهیت هست این معنای لزوم به چی معنا هست خب چون یک لازمی داریم به این معنا هست که هر کجا ما ماهیت داشته باشیم این صفت امکانی بدون هیچ نیاز به چیزی دیگری متصف می شود به آن و ماهیت در واقع این صفت امکانی را پیدا می کند که در اینجا به محمول به زمین من نیاز ندارد یک معنای لازم ماهیت اینه که منظورم فعلا در اینجا همین مطلب هست که وقتی ما میگوییم امکان لازمه ماهیت هست یعنی هر کجا ماهیت باشد بدون نیاز به یک امر زائد و یک امر دیگری ما میتوانیم این صفت امکان رو بر اون بار بکنیم این یک معنای لزوم هست و معنای دیگر از لزوم هم این هست که وقتی ما میگوییم فلان چیز ملزوم هست یا فلان چیز لازم هست یا میگوییم که در آتش مثلا لازمه آتش حرارت هست خب اینجا وقتی ما میاییم حرارت را به عنوان لازم آتش بیان میکنیم در یک همچنین اصطلاح لزوم خب در اینجا دقیقا ملزوم علت لازم میشود یعنی اگر آمدیم حرارت را لازمه آتش دانستیم خب آتش خودش علت پیدایش حرارت هست خب در اینجا وقتی ما از لزوم سخن میگوییم که میگوییم امکان لازمه ماهیت هست این گونه نیست که در واقع یک علت دیگری باشد بلکه همون معنای این که امکان را ما از درون خودش میتونیم به دست بیاوریم بدون زمینه دیگر مراد همین معنای لزوم هست اشکالی که در اینجا پدید می آید این است که ممکن است گفته شود وقتی ما آمدیم گفتیم که امکان یعنی سلب ضرورت وجود و عدم حالا این سلب ضرورت وجود و عدم رو اگر آمدیم در مرتبه ذات ماهیت در نظر گرفتیم اشکالی که پدید می آید این است که ما باید امکان را داخل در ذات شی بدانیم یعنی همون گونه که هر ماهیتی دارای جنس و فصل هست ذاتیاتی را دارد امکان را هم ما به عنوان ذاتی آن در نظر بگیریم و ببریم به عنوان یک قید ذاتی اون و در حالی که یک همچنین کاری کاملا فسادش روشن هست که میبینیم هر ماهیتی جنسی دارد و فصلی دارد و امکان به عنوان جنس و فصل یا یک امر ذاتی اون مطرح شود. پس چگونه شما میایید؟ از یک طرف امکان را میبرید در مرتبه ذات ماهیت در حالی که این حرف نادرست هست جوابی که میدهد این است که وقتی ما میاییم یک محمولی رو در داخل ذات یک چیز قرار میدهیم میگیم امکان به اصطلاح از درون ماهیت پدید میآید از جزء ذات ماهیت هست به معنای این نیست که بالاخره این تشکیل دهنده جنس و فصل آن باشد جنس و فصل در صورتی میتواند داخل در زاد باشد که اون رو به عنوان حمله اولی در نظر بگیریم و ملاک اونها ملاک حمله اولی هم در اونجا کاملا همون اتحاد مفهومی هست در حالی که در این وصف امکان رو ما وقتی میاییم حمل می کنیم برای یک اینجا حمل شایع مطرح هست و در حمل شایع بالاخره اون اتحاد وجودی ملاک هست نه اون اتحادی مفهومی و بعد این ترتیب اون اشکالی هم که کسی مطرح بکند که از یک طرف شما میاید امکان رو جز ذات موجود ممکن یا ماهیت میدانید از طرف دیگر هم این رو جز ذاتیاتش به حساب نمی آورید جز جنس و فصلش به حساب نمی آورید. خب باید این فرق رو بگذاریم که اونی که جز ذاتیات هست به حمل اولی هست در حالی که ما وصف امکان رو اگر برای ماهیت میخوایم اثبات بکنیم به حمله شایع هست و در اینجا وقتی ما میگوییم که اتحاد به اصطلاح این صفت امکانی وصفه برای موجودی ممکن یا ماهیت قرار میگیرد به این معناست که ماهیت به تنهایی این صفت رو میتواند داشته باشد بدون اینکه هیچ امر زائد دیگری در اتصاف به این امکان دخالت داشته باشد این کل بحثی است که در امر دوم مطرح شد حالا انشالله این دو تا امر رو از این فروعات بیان بکنیم تا برسیم به اوامر و فروعات دیگر و یتفر و علا متقدم امورون بر اون مباحثی که در این فصل اول از مرحله چهارم گذشت چند تا فر متفره هست بر آن الامر الاول امر اول عبارت است از اینکه موضوع امکان ماهیت هست یعنی هر کجا امکان بخواهد تحقق پیدا بکند حتما روی ماهیت باید تحقق پیدا بکند اذ لا یتصف الشیء بلا ضرورت الوجود والادم الا اذا کان فی نفسه خلوا من الوجود و العدم جمیعا برای اینکه هیچ چیزی به ضرورت وجود و ادم متصف نمی شود مگر آنکه خودش خلوی از وجود و ادم باشد یعنی خودش خالی از وجود و عدم باشد در ذات خودش وجود و عدم نهفته نباشد هر کجا چنین چیزی وجود داشته باشد می تواند به صفت امکانی متصف بشود و لیس الا الماهیه من حیث و اون امر که خودش خالی از وجود عدم باشد اون غیر از ماهیت چیز دیگه نمی تواند باشد و لذا ما امکان هم دقیقا می آید روی یک همچنین موضوع بار می شود فکل ممکن زو ماهیه پس هر امر ممکن دارای ماهیت هست خب وقتی ما آمدیم گفتیم که هر امر ممکن دارای ماهیت هست و از اون طرف هم گفتیم که هر موجودی که خالی از وجود عدم باشد میتواند موضوع امکان قرار بگیرد وقتی اون خالی بودن از وجود عدم را اگر میلا قرار بدیم می توانیم ماهیت رو کمی گسترش بدیم بگیم تنها ماهیت نیست هر امر که خالی از وجود و عدم باشد ولا و ماهیت هم نباشد او می تواند موضوع امکان قرار بگیرد حالا بر همون فرض که مثلا ما تنها روی ماهیت زوم بکنیم و ماهیت رو موضوع امکان بدانیم از اینجا میتوانیم بگوییم که پس هر امر ممکن دارای ماهیت هست برای اینکه امکان هر چند صفت برای موجودم اگر قرار میگیرد باز هم در واقع این صفت صفت غیر ماهوله هست این به اعتباری امر ماهیت دوباره این صفت برای موجود هم بار میشه امکان برای موجود هم به اصطلاح تعلق میگیرد وگرنه اگر بخوایم فیز حد ذاته در نظر بگیریم تنها موجودی که تنها امر ماهوی هست امری که ماهیت هست فقط به امکان می میشود خب لذا هر ممکنی که میگوییم دارای ماهیت هست این رو باید توجه داشته باشیم که این وصف امکانی که برای ماهیت بیان میکنیم در حقیقت همون وصف حقیقی هست که مال خودش هست حالا اگر وجود هم به امکان متصف می شود این بلعرز هست و به خاطر اینکه حکم ماهیت روی وجود هم گاهی بار می شود از این با وجود هم به ماهیت گاهی متصف می شود و به ذالکه یظهر معنا قولهیم و به همین ترتیب می توانیم این حرف و کما را هم به درستی بفهمیم که می کل ممکن یعنی هر موجود ممکن را در نظر بگیریم یک زوج است ترکیب که مرکب شدن از چی از ماهیت و وجود خب وقتی ما میاییم میگیم هر امر ممکن دو چیز دارد هم وجود دارد هم در واقع قید ماهیت رو دارد خب میگیم ماهیت دارد به خاطر اینکه امکان وصف ماهیت قرار میگیرد بل اینکه که جای شک نیست اما اینکه وجود هم دارد به خاطر اینکه ممکن هم دوباره یک قسمی از موجود هست ما وقتی ممکن رو به عنوان یک امر موجود داریم در فلسفه بحث میکنیم حتما توجه داشته باشیم که هر ممکن بالاخره دارای وجود هم باید باشد تا بتواند یک قسمی از اقسام وجود قرار بگیرد این عبارت هم که بیان داشت برای همین هست و اما اطلاق و ممکن علا وجود غیر الواجب تا اینجا ما آمدیم گفتیم که وصف امکان در واقع صفت برای ماهیت قرار میگیرد و موضوع صفت امکانی هم ماهیت هست اما در یه جاهایی هم می بینیم که امکان کاملا بر وجود بار شده و وصف وجود قرار گرفته است می‌گیم وجودی که دارای صفت امکانی هست میگیم وجود امکانی میفرماید اما اطلاق ممکن بر وجود غیر واجب به ذات و نامگذاری آن به وجود امکانی که اونجا این قید امکانی در واقع روی وجود آمده میفرماید فا اصطلاح اون آخر فی الامکان و الوجوب اون یک اصطلاح دیگر هست غیر از اون اصطلاحی که در این مرحله مورد بحث قرار میگیرد در این مرحله ما وقت از وجوب و امکان بحث میکنیم امکان دقیقا همون سلب ضرورت وجود عدم هست خب اینجا ما میتوانیم از امکان این چنینی بحث بکنیم اما اون اصطلاحی که قیدی وجوب یا قیدی وجود قرار میگیره وصف وجود قرار میگیره اون اصطلاح دیگر هست در امکان وجوب که از و فعل امکان و الوجوب به معنی فقر الذاتی و الغن الذاتی که در اونجا امکان ذاتی یا امکان وجود به معنای فقر ذاتی مطرح است میگیم هر موجودی که وجودش امکانی باشد به معنای این است که فی حد ذاته فقیر هست نیازمند است محتاج هست و از اون طرف وقتی میگیم وجود ذاتی دارد به معنای این هست که این وجودش در واقع بی نیاز هست و هیچ غنی ذاتی در ذات خودش غنی هست و هیچ نیاز به چیزی دیگه ای ندارد و لعیسه یو بهی سلب ضرورت خب اونجا از امکانی که در وصف وجود به کار می رود اراده نمی شود سلب ضرورت یا استوای نسبت به وجود عدم اذ لا یعقل و ذالک به نسبه الى الوجود بخاطر این که ما وقتی امکان رو میاریم قید وجود قرار می دیم، اول وجود رو محرز گرفتیم بعد صفتی برای اون بیان می کنیم دیگه نمی توانیم این وجودی که محرز هست و ثابت هست ویژگیش این است که مثلا بیاییم بگیم اضدواعی نسبت به وجود عدم دارد یا بگوییم که صلب ضرورت وجود عدم دارد او معنا ندارد پس این سلب ضرورت وجود عدم یه اصطلاح برای امکان هست که در مرحله چهارم به عنوان ماده قضیه مطرح است اصطلاح دیگر امکانی که وصف وجود قرار میگیرد اون ویژگی دیگر هست که در جای خودش محل بحث قرار میگیرد الامر الثانی ان الامکان لازم الماهیه امر دوم باز هم ویژگی امکان رو بیان می کند و اون عبارت است از اینکه امکان لازمه ماهیت هست یعنی قابل انفکاک از ماهیت نیست هر کجا ماهیت باشد امکان هم باید حتما همراه این ماهیت وجود داشته باشد چنانچه در امر اول گفتیم که ماهیت موضوع امکان هست اینجا می آییم می گوییم که امکان لازمه ماهیت و از آن جدایی ناپذیر هست از لولم یلزموها به خاطر این که اگر امکان لازمه ماهیت نباشد جاز ان باید جایز باشد این که ماهیت از امکان چیه؟ خالی باشد ماهیت امکان نداشته باشد فکانت واجبه در این صورت اگر ماهیت پیدا کردیم که امکان نداشته باشد خب باید این ماهیت برگرده به این که یا واجب باشد یا ممتنع باشد فکانت فی نفسها موجوده و معدومه حالا اگر واجب بود باید فی نفسه موجود باشد اگر هم ممتنع بود باید فی نفسه معدوم باشد و ماهیت من حیثه هی الله موجوده ولا معدومه اما وقتی به ماهیت نگاه میکنیم میبینیم ماهیت به خودی خودش نه موجود است نه معدوم خب فقط نیازمند به علت خودش هست اگر علتش موجود ایجاد کرد موجود میشود اگر علتش نیامد هم معدوم میماند در نتیجه اون لازمه ماهیت بودن امکان اینجا مشخص می شود که در هر کجا ماهیت وجود داشته باشد حتما امکان همراهش خواهد بود و المراد به کونه لازمان لها حالا که می گویم در واقع امکان لازمه ماهیت هست این معنای لزوم چی معنا هست مراد به این که امکان لازمه ماهیت هست این است که فرض ماهیت من حیفه هیه این اگر ماهیت رو به خودی خودش در نظر بگیریم یک فی اتصافها ها امکان کافی است که این ماهیت به امکان متصف بشود من غیر حاجه الى امر زاید بدون اینکه که به یک امر دیگه نیاز داشته باشد دون لزوم الاصطلاحی اما یک لزوم دیگه داریم که لزوم اصطلاحی هست که در اصطلاح بیشتر به این معنا به کار می رود. و هو کون الملزوم الا مقتضی تحقق لازم و لحوقه به که در اون لزوم اصطلاحی وقتی میاییم نگاه میکنیم اونجا ملزوم علت مقتضی برای تحقق لازم و لحوق لازم به خودش هست که وقتی ما میاییم میگوییم حرارت لازمه آتش است در اینجا لزوم به معنا این است که آتش که ملزوم هست این لازم رو در واقع اقتضا دارد و علت پیدایش این لازم هست خب این لزوم وقتی که طبق اصطلاح دیگر مطرح هست اینجا ما نمیتوانیم این لزوم اصطلاحی رو در معنای که میگوییم امکان لازمه ای ماهیت است این رو به کار بگیریم چرا از لا اقتضا فی مرتبه الماهیه به خاطر اینکه اگر ما بیاییم بگوییم امکان لازمه ای ماهیت است یعنی ماهیت علت پیدایش این امکان باید باشد در حالی که به ماهیت نگاه میکنیم خود ماهیت به تنهایی هیچ اقتضایی ندارد نه اقتضای پیدایش این امکان را دارد نه عدم اقتضای آن را دارد و به همین جد این معنای لزوم در اینجا نمیتواند درست باشد چون اقتضای در, ماهیت در مرتبه ماهیت وجود ندارد من حیثه یا اثباتا و نفیا نه از نظر اثبات میتواند در واقع این اقتضای امکان را داشته باشد که بگوید ماهیت علت پیدایش این امکان باشد نه نفی در نفی هم به همین ترتیب می نمیتواند ماهیت در واقع علت نفی این لزوم باشد نفی امکان باشد به خاطر اینکه ماهیت من حیثه جز همون ماهیت بودن خودش نیست که لم یوخ است فی حد یا غیر ذات به اجزای که در ماهیت تنها همون جنس و فصل خودش نهفته است و هیچ اقتضای دیگر غیر از این نمیتواند داشته باشد تا ما بیاییم امکان رو هم به عنوان یک امری بالاخره برای ماهیت در نظر بگیریم بگوییم که حتما ماهیت علت پیدایش این وصف امکانی هم هست نه اینطور نیست خب این هم نکته بود که مطرح شد لا یقال و تحقق و سلب و ضرورت این فی مرتبت ذات الماهیه یقضی به کون الامکان داخلا فی ذات شیب حالا ما وقتی گفتیم که لزوم امکان برای ماهیت به معنای این است که ماهیت من یه اقتضای امکان را دارد یعنی ماهیت در هر کجا باشد ام امکان باید همراهش باشد خب اشکالگر ممکنه بیاید اشکال بکند که از این حرف شما این گونه نتیجه گرفته می شود که باید سلب ضرورت اینی وجود عدم خب باید در مرتبه ذات ماهیت باشد یعنی جزء ذاتیات ماهیت باشد هر زمان ماهیتی وجود داشته باشد همون گونه که جنسی دارد و فصلی دارد حتما این سلو ضرورتین هم در کنار اونها جزء ذاتیاتش قرار بگیرد خب میگیم اگر این کار رو بکنیم چی اشکال داره میگه خب اشکالش خیلی واضح و روشن است که نمیتوانیم چنین حرفی را بپذیریم به اینکه ماهیت من حیثه فقط خودش هست و انسان را هم اگر ما در نظر بگیریم به عنوان یک ماهیت فقط انسان هست که همون جنس و فصل خودش را دارد و سلو ضرورتین هیچ گا جز ذاتیات انسان به حساب نمی آید به عنوان یک ماهیت بلکه یک امر خارج از ذات ماهیت یا ذات انسان میتونه باشد می فرماید لای و قال و تحقق و سلب ضرورتین فی مرتبت ذات ماهیت میگه اشکال نشود گفته نشود هستند که سلو دو تا ضرورت در مرتبه ذات ماهیت که اگر ما آمدیم سلب ضرورت این رو در ذات ماهیت در نظر گرفتیم و گفتیم که ذات ماهیت اقتضای این امکان را دارد یقوی به کون الامکان داخلا فی ذاتشه گفته نشود که اگر آمدیم ذات ماهیت را داراییم صفت امکانی دانستیم پس بگیم که امکان هم باید داخل در ذات خودی همون شی باشد چرا گفته نشود؟ و خاطر که خیلی واضح و روشنه که فساد داره و فسادش مشخص هست که گفتیم که ماهیت من حیث هیه, هیه فقط خودش هست و نه این که امکان هم در واقع در آن گنجانده شده باشد این اشکال نشود چرا فا نقول این نما یکون محمول من المحمولات داخلا فی الذات این حرف که گفته نشود برای این که هر محمول از محمولاتی که داخل در ذات به حساب میآید این زمان درست است که کان الحمل حملا اولیان در صورت که حمل حمل اولی باشد می توانیم یک محمول را جزء ذاتیات موضوع قرار بدیم اما اگر حمل حمل اولی نباشد که اتحاد مفهومی در آن ملاک هست دیگر نمی توانیم این محمول را جزء ذاتیات به حساب بیاوریم ملاک حمل اولی هم که مشخص هست که اتحاد مفهومی است نه حمل شایع که ملاکش اتحاد وجودی هست خب حالا وقتی مشخص شد که چی محمولی میتواند جزء ذات قرار بگیرد گفتیم محمولی که به حمل اولی حمل شده باشد حالا میاییم میبینیم که آیا اگر امکان رو ما آمدیم حمل کردیم بر یک امری بر ماهیت آیا این امکان هم باید جز ذاتیاتش قرار بگیرد یا نه میفرماید ول امکان و سایر و لوازم الماهیات الحمل بین ها بین الماهیه من حیث هیه حمل شایه وقتی ما این امکان رو یا بقیه لوازم ماهیت رو حمل میکنیم حمل در اونجا حمل اولی نیست تا هر محمول در ذات آن هم گنجانده شود بلکه این کاملا حمل شایع هست نه حمله اولی حالا اگر آمد این اشکال از اینجا ناشی شد که گفتیم در امکان در واقع ماهیت وقتی لازم دارد امکان را به این معنا که هر کجا ماهیت باشد ذات ماهیت اقتضاد دارد که این وصف امکانی رو داشته باشد حالا اگر ما در یک جای می این رو به عنوان ذات ماهیت میگیم که اقتضای امکان را دارد به خاطر این است که این صفت از حق وجود ماهیت انتزاع می شود و در حالی که برخی از محمول های دیگر هم هستند که از خود ذات ماهیت انتظار نمی شود بلکه در اونجا باید حتما یک زمیمه دیگری داشته باشد تا اون زمیمه بیاید این رو در واقع این صفت رو بر اون بار بکند همان گونه که خود وجود همین حالت را دارد که حمله در واقع امکان بر وجود به همین شکله که این یک واسطه میخوره وجود به خاطر که همراه با ماهیت هست چون امکان وصف ماهیت می شود حالا اگر بر وجود هم بار می شود این یک واسطه میخوره اینجا می شود وجود هم متصف به امکان بشود اما وصفه امکانی وقتی برای ماهیت اثبات می شود اینجا کاملا از حق وجود از حق ماهیت انتظار می شود و لذاست که ما به این اعتبار هم می گیم که خود ذات ماهیت کافی است در این که متصف به امکان هم بشود یعنی لازمه ای ماهیت وقتی می گیم امکان هست به این معناست که یک امر اضافی خارجی و زائد لازم نیست در انتظار صفت امکان برای موجود و بعد این ترتیب این امر دوم هم به اتمام میرسه انشالله از جلسه دیگر امر سوم و بقیه مسائل رو دنبال خواهیم کرد تا جلسه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم التماس دعا خداوند نگهدار شما اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد